خب رفتیم ببینیم که با کی میتونیم کار کنیم، دیدیم تیمی بهتر از تیم آرش رعوف عزیزم نیستش که هر دو تای این ویدیو رو برای ما کارگردانی کرده و بچهای دیگه که باهاش کار میکنن، میلاد باران عزیز و اون یکی میلاد. ما دو تا میلاد داشتیم، میگفتیم میلاد اول میلاد دوم. آرش عزیز رو خب با کاراش آشنایی داشتیم ولی هیچ موقع کار نکرد. من آدم فوق‌العاده حساس و ترسویم، نمیدونم کسایی که الان خود سیروس اینجاست، سیروس با من کار کرده میدونه که من چقدر شادم الکی زیادی حساسم رو این کارو و یه ذره ترس داشتم که برم ترکیه واسه کار ویدیو اینا، چون واقعا این کار انجام نداده بودم قدیم. ولی خب دیگه دلو به دریا زدیم به خاطر اون لوکیشن کاپادوکیا، گفتیم ما دیگه هر جور شده باید بریم و با آرش آشنا شدیم. و باید بهتون بگم که آرش هم یکی از اون بچهای گل در اومد که هم شخصیتش برام خیلی عزیزه، هم معرفتش، هم واقعا کار کردن باش لذت بردم. خیلی پروفشنال، به کسی اهمیت نمیده، تون تون با این کامراش میره میاد و اینا، کلی خلاصه باش حال کردیم. و میدونم که شما هم دوست داشتین کارا رو، چون ویدیوها اومده الان میتونین بریم ویدیوها رو نگاه کنین که ببینین همکاری من و آرش و بقیه چجوری بوده. درد سر چشما دل میبره چشما. حالا یه چیز خنده دار براتون بگم، اش کنین واسه ویدیو چشمات. همونجور که دیدین یه قسمتی که اسبا میان و اینا، این اسبا قربونشون برم الهی، واقعا من اسب خیلی دوست دارم، ولی یه ذره بی‌حوصله بودن، انگار اصلا حوصله کار نداشتن، آفتابم شدید بود. اصلا یه چیزی بهتون دارم میگم، یه چیزی میشنوید. اون یارو مرده که صاحبشون بود گفتش که اینا رو مثلا شما، من میبرمشون اون و هر دفعه که به من علامت دادین من میگم این اسبا بیان. منم با اون لباس دم دراز تو خاک، سبا قربونت برم که همشون لباس منو درست میکردین. آقا دو سه بار نزدیک من برم زیر دست و پای این اسبا. من از اسب نمیترسم ولی اینا هجومشون انگار مخصوصا اومدن منو بترسن. بلکه کارمون دو سه بار طول کشید، هی اینا رو میبرد اونور میگفت اکشن، دوباره این اسبا میومدن، بدبختا میرفتن دوباره میگفت ای کپچر نش، دوباره یه دور دیگه. خلاصه کل اون اسبا رو اذیت کردیم. یه دونم من اومد، یه اسب اومد پیش من، من اومدم مثلا یه ذره نازش کنم و اینا، اسب اصلا حوصله نداشت. مدام نازش کنم، اومد درست بغل پای من وایساد، اون کاری که نباید بکنه رو کرد، خدا شد که نریخ لباس. خلاصه این اسبا کلی کم حوصله بودن چون گرم بود و ما 20 دفعه هی بردیمشون اونجا اکشن، دوباره از اول اکشن. ولی کلا آرش عزیزم از همه اون قضایای تصویر بسیار زیبا رو در آورد. گفتیم چیکار کنیم که با یک دیزاینر لباس یا یه نفری که اونجا کار لباس و دیزاین لباس انجام میده که یه آدمی باشه، یه شخصی باشه که لوکال باشه، خودش اهل اون ور باشه، که ما بتونیم راحت اونجا که رسیدیم کارا رو باشون انجام بدیم. از آرش عزیز من خواهش کردم که کسی رو به ما معرفی کنه برای دیزاین لباس و این قضايا، به خاطر که یک تصویر خاصی از به خصوص ویدئوی چشما در سر من بود که دوست داشتم اگه بشه این کار رو اکسیکیوت کنیم و بتونیم اون لباسایی که تو ذهن منه در بیاریم. این باعث آشنایی من با سبای عزیزم شد که یکی از شخصیت‌های اصلی این دوتا پروژه شد برای من. ما از راه دور با تلفن و واتساپ نزدیک 2-3 ماه روی این قضیه کار میکردیم که من آیدیامو بهش گفتم و سبا هم خدایی کم نذاشت، هر روز زنگ میزد با یه دیزاین خاص، قشنگ گرفته بود که من چی تو ذهنمه و خیلی زحمت کشید. درد سر چشما دل میبره چشما، از قرص کامل ما روشن در چشما، پیش تو زوریه اش ببین چه جوری، همه چی جور شد، لباسا همه اندازه بود، عالی، سایزا پرفکت،
بعد از اینکه اومد سر شوت، یعنی خدایی اون بعضی از اون لباسا رو می‌بینی به تن من دوخته، اینجوری بهتون بگم. خیلی خیلی ددیکیتد این سوای عزیزم، چقدر واقعا هنرمند. اینا همه کاراشون و کارهای دسته، میدونم کارهای سنگ دوزی این چیزا زیاد دارن. البته ما تو این ویدیو ازش استفاده نکردیم، ان شاءالله برای ویدیو و کارهای برای لایو، برنامه‌های لایو و زنده دوباره مزاحم سوا بشم. خیلی اینجا خانم سوا مشغول داره لباسا رو اوتو میکنه. روزی که من رسیدم به شهر استانبول و باهاش برای اولین بار آشنا شدم، یه ذره خدایی میترسم، گفتم خدایی همه راه دور الان اینا درست باشه نباشه اندازه باشه. انگار که اصلا اومده بود اینجا همه چی چفت و درست، واقعا دارم میگم هیچی مولا درزش نمیرفت. Thank you سوا جونم. سوخی که در پیشه از تو شروع میشه، یه دنیا